سلام خوش اومدین به قسمت ششم از سری ویدیوهای دوره آموزشی اوتاکد دو بودی و سه بودی خب در ویدیوی قبلی تا دستور تریم رفته بودیم و توی این ویدیو میخوام با یه دستور خیلی جالب و کاربردی آشنا شیم اسمش هست فیلت و در واقع آرک میزنه کمان میزنه در محل تلاقی دو خطی که زاویه دارن با هم دیگه این دستور دو دستور تقریبا مشابه داره که توی یک کتگوری قرار گرفتن توی دست بندی و اسمشون از چمفر برای پخ زدن و دستور بلند برای اینکه دو تا خطی که امتدادشون به هم نرسیده رو به بهترین نحو ممکن به هم برسونه خب میریم هر ستا دستور رو باش آشنا بشیم دستور فیلت چیه؟ دستور فیله دستوریه که اگر ما بیایم اینجا و برای مثال یه اتاقی داشته باشیم و این اتاق یه عدد عباد مثلا نامنظمی داشته باشی یا منظم خیلی مهم نیست این شکل رو اگه ما بخوام این بخشش رو پخ بزنیم یا کمان بزنیم میتونیم ازش استفاده کنیم اول دستور فیلت رو استفاده میکنم و از من میگه که آبجکت اول رو انتخاب کن آبجکت اول من این هست حالا میگه آبجکت دوم رو انتخاب کن اگه به دقت من قبل از این حتی انتخاب کنم وقتی محصوم میارم روی آبجکت دوم به من نشون میده که اگه کلیک کنم همچین شکلی رو به من میده و در واقع ما اینجا اومدیم و این محل تلاقی مثلا دو دیوار رو تبدیل کردیم به یک آرک و یک کمان. این دستور همینجور که باز باهاش آشنا شدیم اگر ما تایپ کنیم فیل دستور فیلت میتونیم از دستور شورتکاتش استفاده کنیم و اسپیس رو بزنیم و بیایم اینجا ببینیم چی توی نوار ابزار ما میاد. آندو که در واقع برگردوندن حالت فیلت هست پولی لاین مال وقتی که خط در واقع دیوارهای ما از یک پولی لاین تشکیل شده باشه که میریم یک چند دقیقه جلوتر میبینیم که کجا استفاده میشه رادیوس خیلی چیز مهمیه که شعای در واقع این دایره ای که این کمان بخشی از اون است رو انتخاب میکنیم برای مثال اگه من آر رو بزنم در حال حاضر میبینی عدد به صورت پیش فرض یک هست و اگر من این عدد رو مثلا به دو نیم ارتقا بدم و دکمه انتر رو بزنم و این خط رو و این خط رو انتخاب کنم ببینید اینجا کمان بزرگتری زد چرا؟ چون این دایره در حال حاضر شعاش عدد دو و نیم هست و چون ما متریک داریم کار میکنیم در واقع دو و نیم متر هست این فرق اینه که اگر بخوایم با ردیوس بازی کنیم و عدد رو تغییر بدیم خب حالا اگه ما میخوایم تمام از لایه یک شکل رو به, به صورت کرو در بیاریم یا به صورت قوس یا کمان در بیاریم به چه صورت است مثلا اگه ما شکلمون پولی لاین باشه برای مثال یک رکتنگل که به همینجور که ببینید کاملا یک شکلی یک پارچه هست وقتی دستور فیلیت رو اجرا میکنیم این بار بعد اگه دقت کنید این پایین نوشته پولی لاین پی رو میزنم تا بخش قسمت پولی لاینش فعال بشه و بعد از ما میگه که پولی رو انتخاب کن و ما این پولی رو انتخاب میکنیم همجور که میبینید این پولی به این صورت انتخاب میشه و هر دو تا انجام شد چرا نمیتونه هر دو سمت رو بزنه به ما گفت چرا نمیتونه بزنه برای اینکه نوشته که تو لاین ور فیلد تو ور تو شورت یعنی که دو تا از اگه قرار باشه هر دو تا رو کمان بزنه در واقع این ور باقی نمیمونه اون عددی که میخوایم ما اینجا اگه اینجا دایره رو به این شوا بکشیم متوجه میشین دیدین این خط دایره از میزان طول ما بیشتر بود برای همین هم خود به خود این دستور متوجه شد که نمیتونه کمان رو بزن حالا اگه من بیام اینجا و دوباره دستور فیلت رو اجرا کنم و این بار رادیوس هم تغییر بزن به جای دونیم بکنم مثلا یک و بعد بیام پولی لاین رو بزنم پی اسپیس و حالا وقتی کلیک میکنم میبینید با یک حتی با حالا من هنوز کلیک نکردم با هم هوور موس روی شکل به من نشون میده چه خواهد شد و این در واقع فیلت رو میتونه تو هر چهار طرف شکل من کامل کنه این نکته یه که باید بدونید اگر نتونه یک دستور فیلت همه جا رو فیلت کنه خود به خود دوستانت و من فقط اونجایی که موس نزدیک تر هست رو در واقع کرف میکنه یا کمان میزنه و منحنی میکنه و در بخش دیگه نمیتونه خود به خود انجام نمیشه این نکته ای که بعد در نظر داشته باشه دستور چمفر هم خیلی شبیه دستور فیلت هست فقط با این تفاوت که به جایی که بیاد و این کار رو انجام بده میاد با حالا با دیستنس چون دیگه اینجا ما دایره ای نداریم در واقع که آرکی نداریم که بخواد بخش از یه دایره باشه یک دیستنسی داره که اگه مثلا من دی رو بزنم و این دیستنس رو میتونم به صورت دستی توی شکل بدم بگم تا اینجا و بعد دیستنس دوم هم میتونم بدم حتما لازم نیست هر دو سمت پخی یک اندازه باشه ولی اگر قرار باشه اندازه اما اولی باشه وقتی که کلیک میکنم این در واقع پخی رو برای شکل من به من میده همچنین برای این سمت و در واقع این رو میتونیم هم اینجا و هم روی شکل پولیلان و غیر لاین اجرا کنیم این در صورت چمفر هم میتونه کاربردی باشه اگر زمانی که بخوایم پخی بزنیم ولی همینجور که میبینید زیر مجموعه فیلت هست پس انتظار داشته باشین شما از فیلت بیشتر استفاده میکنید و دستور چنفر خیلی شاید استفاده نشه ولی میتونه کاربردی باشه به خصوص وقتی بخواید از چنفری استفاده کنید یا پخی استفاده کنید که یک سمتش با عدد دیگه فرق داشته باشه بدین صورت که میام دستور چنفر رو انتخاب میکنم و حالا دی اسپیس رو میزنم اولین دیستانس رو از من میخواد مثلا برای نمونه میزنم دو متر و دومین دیستانس رو میزنم یک متر و حالا اگه بیام این خط رو انتخاب کنم و این خط رو انتخاب کنم اگه دقت کنید این فاصله ما اینجا دو متر است و این فاصله یک متر در واقع ما اینجا اگر خط واقعی رو داشتیم اگه من بیام اینجا و امتداد این خط رو بکشم و همچنین امتداد این خط رو به اینجا بکشم بیبینید که چیزی که ما اینجا داشتیم دو متر و یک متر است که این دستور این پخی رو زد و چنفر ما دو به یک هست در امتدادی که این دو خط قبلا بودن خب این هم دستور چنفر دستور دیگه که خیلی جالبه اینه که گاهن شما پیش میاد خطی داشته باشین کمانی داشته باشین و بعد یه خط دیگه هم به جای دیگه رسوندین و ولی این دوتا خط رو میخوایم به هم بچسبونیم کنیم این دوتا خط چسبوندنشون به این صورت ممکنه بله حالا این دو تا خط خیلی آسونن چون دقیقا تو یه امتدان اگه مثلا این خط اینجا تموم میشد و این خط هم اینجا تموم میشد دیگه به این راحتی نبودن اتصال این خط به این خط یک شکل ناموزون رو به وجود میاره تصور کنید اینجا داریم باز یه چیزی شبیه یه سخ رو از بالا میکشیم ما حتما باید این حالت رو این قسمتش داشته باشیم و به خاطر میدونم عبور ماشین هم باید این سمت رو داشته باشیم چجوری این خط به این خط رو به بهترین نحو ممکن وصل کنیم میان اینجا و دستور بلند کرو استفاده میکنید انتخابش میکنید بخونید چی نوشته select first آبجکت بله این آبجکت اول منه Select second آبجکت بله این آبجکت دوم منه و همینجور که میبینید میاد به صورت یک کر و یک منحنی این دو خط رو به بهترین نحو ممکن به هم وصل میکنه ولی حتی حتی هر چقدر این خط خوب باشه شاید شما میخوایم به ادیتش کنید فقط کافی این خط رو select کنید میبینید که در واقع اومده از دستور این دستور یعنی اسپلاین سی وی استفاده کرده و حالا شما میتونید این دستگیره ها رو بگیرید و این خط رو بهبود بدین ولی همینجور که میبینید اگر از بالا ببریدش بالا این بریدگی تو این سمت به وجود میاد اگه ببرین پایین این بریدگی باز تو سمت راست به وجود میاد که خیلی جالب نیست پس این عدد درسته و همچنین اینجا اگه به این سمت بدیم این قسمت یک حالت غیر عادی خواهیم داشت و همچنین اینجا پس میبینید انتخابی که ماشین برای شما کرد بهترین بوده و ادامه اون انحنا رو آورده و به آرامی به ادامه این انحنا وصل کرده این میتونه خیلی کاربردی باشه برای وقتی که شما میخواین دو بخش از یک شکل رو که یک محاسباتی روش انجام دادین و بهش رسیدین به هم برسونه ولی به بهترین نحو ممکن که بریدگی در خط خیلی دیده نشه خب با دستور کاربردی بلندکر کر شدیم بریم سراغ یک دستور بینظیر در واقع یکی از دستورهایی که اگر بخواین تولید انبوهی از یک شکل و یک آبجکت داشته باشین میتونه فوق العاده کمک کنه دستور اری یا حالا به فارسی میتونیم بگیم آرایه دستور اری دستوریه که به چهار مدل تقسیم میشه اری به صورت رکتانگولار یا مستطیلی پس اره یا امتداد در یک مسیر و یا پولار اره که باز به صورت در واقع دایره ای شکل هست و هر کدومشون کاربرد خاص خودشون رو دارن و هر هر سه مدل خیلی کاربردیه برای مثال من میخوام یه شکلی داشته باشم که فرض کنیم ما وقت گذاشتیم و تعدادی صندلی سینما رو با دقت بالا با فاصله درست از هم درست کردیم و میخوایم بکشیم و بعد اینا رو باید کپی کنیم و همینجور همینجور که من دارم انجام میدم خیلی سخت فاصله هاشون رو رعایت کردن و اینکه انتخابشون اگه بخوام همه رو انتخاب کنم همه یه آبجکت نیستن هر کدومشون برای خودشونن خب این همینجا اگر من یک صندلی قشنگ داشتم و ف... مثلا ده دقیقه 15 دقیقه صرف کشیدن یک صندلی سینما می برای نمونه و فرض کنید من یه خورده اینجا وقت بذارم شکلش رو شبیه یک چیز صندلی مانند بکنم دیگه نمیخواین کلی وقت بذارید و من اینجا دستور میرور استفاده میکنم اینو به این برایش هم دستگیری میذارم می دستور نور رو زدم MSMI و بله و آیا میخواین سورس پارک بشه خیر و برای نمونه فرض, کنید که این صندلی من هست بیاید دستور فیلت هم استفاده کنیم و مثلا اینجا رو یک ببینید که نمیذاره فیلت کنم چون خیلی شکل کوچی که باید بیام اینجا دستور فیلت رو بزنم و بیام رادیوس رو بزنم و رادیوس هم همینجا تو شکل انتخاب میکنم میخوام یک قوس ملایمی رو اینجا داشته باشه اگه من بیام اینجا و این شکل رو انتخاب کنم برای من این قوس رو زد و این اضافه هم پاک میکنم همچنین این شکل رو برای دلیل اینکه اونم زیرش یه خط دیگه بود به خاطر این بود که ما دو تا مستطیل کشیده بودیم دلیلش این هست اون. نه که فکر کنید فیلت نمیتونه زیر خط زیر خوش پاک کنه اون دو تا آبجکت رو هم دیگه بودن برای همینم بالایی فیلت شد زیریه هنوز فیلت نشده بود برای مثال باز میخواستم نشون بدم که اگر وقت صرف کنید و یه آبجکت و یه شی یک ماشین یک مبل یه صندلی گل توی نمای دو بودی درست کنید یه تالت فرنگی یه دوش حمام هر چیزی خیلی چیزا میتونید شما درست کنید و انتظار دارید که دیگه هی ازش استفاده کنید و هی تولیدش نکنید اگر به خصوص چیز شبیه صندلی باشه که انتظار میره توی یه پلان سینما ازش مثلا 50 تا 100 تا هزار تا باشه پس کپی کردنش یه خوره پیچیده میشه میریم ببینیم که آره چه جوری با ما کمک میکنم. من کل این ابجکت انتخاب میکنم دستور Array رو میزنم به محض اینکه میزنم میبینید که برای می می من این شکل رو کپی کرد به چهار تا در محور X و سه تا در محور Y خب همینجور که دستور اجرا شد این بالا سربرگ Array Creation یا تولید Array ایجاد شد همینجور که میبینید به من میگه من چهار تا کالم دارم چهار تا ستون دارم و اینجا سه تا سطر دارم پس شد چهار ستون و سه سطر خب من این درسته اگه من میخوام بیشترش کنم چی؟ من میخوام توی طول ده تا باشه و توی چهار تا هم بیست تا باشه میبینید به راحتی این شکل رو برای من کشید در واقع که کپی پیست همچین چیزی رو برای من خیلی میتونه سخت باشه ولی من الان با دقت حد اکثری و اگر روی یکیشون کلیک کنید همشون انتخاب میشن و دوباره بخش ویرایش من فعال میشه غیر از اینکه اینجا اینا داریم به صورت گرافیکی هم اگه یکیشون انتخاب کنید و به سمت پایین بیای میتونید این عدد رو تغییر بدین من اگه F8 رو خاموش کنم و یا F8 رو باشه خیلی فرق نداره رو رو به من داره نشون میده من میخوام بکنمش 7 تا یا اینکه طول رو از 20 تا بکنمش برای مثال 15 تا و باز هم این امکان رو دارم حالا سوال پیش میاد که اگه من بخوام فاصله بین این صندلی ها رو این عددی که هست رو بیشتر کنم در حال حاضر فاصله میگه که در بخش سطر 6 هست و این 6 برای من کمه من میخوام 7 باشه این 7 متر بعد کل فاصله بین هر اول صندلی صندلی بعدی باشه یا از, از بخش بغل نمیخوام انقدر از هم فاصله داشته باشن به جای 476 میخوام سه باشه و به هم بچسبن صندلی ها بدین ترتیب من باز به راحتی تونستم صندلی های سینما رو درست کنم در حالی که صندلی ها از بغل با هم فاصله خیلی کمی دارن شاید 5 سانتی متر مثلا ما از ابعاد استفاده نکردیم ولی میخوام به صورت در واقع چشمی نشون بدم که این قابلیت به چه صورت هست و این فاصله ها هم اگر ببینیم دستوری رو اجرا میکنم که چند دقیقه دیگه بهش میرسیم دستور میجر یا دیستانس دی آی و اسپیس رو میزنم و وقتی از اینجا میگیرم و تا اینجا به من میگه این عدد هفت هست هفت واحد در محور ایگره که همینجور که اینجا هم میتونید بخونید خب این محور اندازه هم دیدیم و محاسبات اره هم به همین صورت هست چیز دیگه ای که هست اگر من بخوام به جنگ فاصله بینشون رو داشته باشم کلا من بگم عرض سینمای من 42 متر نیست و عرض سینمای من 40 متره وقتی میزنم میبخشین در واقع راجب طول سینمای من مثلا 40 متر پس میاد فاصله ها رو کم میکنه میکنه 6 ممایز 66 برای اینکه توی سینما این سندلی ها جا بشن و همینجور در عرض نه من 59 49 متر جا ندارم 48 متر جا دارم وقتی میزنم میاد صندلی ها رو به هم نزدیک میکنه تا شون توی این 48 متر جا بشن و بعد من میدونم که باز دستور دی آی اسپیس یا همون دیستانس رو میزنم و من میگه که بله صندلی ها هر کدومشون مثلا 25 سانتی متر فاصله داره خب این چیزی که اینجا ما داریم میبینیم نمونه خوبی از استفاده از دستور اری هست ولی سوال پیش میاد که من بخوام این دستور رو این صندلی ها رو از هم جدا کنم و الان میخوام سه تا صندلی رو از اینجا بردارم مثلا میز صدای سینما رو توش بذارم چه کار باید بکنم اینجا دستوری هست به نام اکسپلود یا در واقع ترکوندن یا انفجار این کاری که میکنه اینه که این شکل رو از حالت یک بارچه دیگه خارج میکنه پس باید مطمئن باشید کارتون با دستور اره تموم شده و بعد بیاید از این دستور که در واقع توی بخش مودیفای هست استفاده کنید و اون شکل رو در واقع از هم جدا کنید میتونید دستور اکسپلود رو بزنید و هر جای این شکل یک پارچه الان من کلیک کنم و بعد یک کلیک راست کنم دستور اجرا شده و الان دیگه دوباره صندلی های من برگشتم به همون حالتی که من صندلی اول رو تولید کرده بودم و حالا که میخوام این سه تا صندلی وسط رو وردارم میتونم بیام اینجا و ورشون دارم و برای مثال اینجا میز صدای اه یا من برای نمونه پروژکتور بذارم یا میز صدای کنسرت رو بذارم یا چیزی مثل اون من فقط میخوام به صورت مثال نشون بدم که در یه شما گاها نیاز میشه که شکل عره خودتون رو از هم جدا کنید و بعدا ویرایش توی یه بخش خاصی بدین این دستور اکسپلات هست دستور اکسپلات میتونید تایپ کنید اکسپلات در واقع و یا اینکه بیان اینجا از این شکلی که این بالا میبینید یک مربع یا مکعب یک از هم جدا شده دستور بلاک رو جدا میکنه و بلاک تا, تا وقتی که تمام شکل ها تبدیل به پاره خط بشن هم جلو میره یعنی چی یعنی اینکه الان من اینجا اگه دقت کنید کلیک کنم همچنان اینجا من یک پلی لاین دارم که شامل شده از سه خط یا اگه اینو انتخاب کنم یک مستطیل اینجا دارم اگه من بخوام حتی این مستطیل رو بتر کنم و از حالت پولی لاین خارج کنم باز میام دستور اکسپلاد میزنم روش کلیک میکنم و بعد کلیک راست میزنم و حالا میبینین که شکل من کاملا تبدیل شده به اشکال جدا از هم الان اینجا دو تا خط رو هم داریم به دلیل, این دلیل اینه که شما اینو میبینید اگه من بیام از سلکشن آبی استفاده کنم میبینید فقط این خط که خط دیگه هست استف... اینجا هست رو انتخاب کردم و حتی اگه دیلیتش هم بکنم اتفاق خاصی نمیفته چون یه خط روش بوده یعنی این خط پولی لاینه بود و این خط هم که اینجا هست و در واقع میبینی برخلاف صندلی بغل که همه باکس خودش رو کامل داره توی این صندلی جدید ما دیگه اتصالی بین اشکال خودمون نداریم و دستور اکسپلوت از این پیشتر دیگه نمیتونه برای اگر من بیام روی این پاره خط انتخاب کنم اتفاق خاصی نمیفته چون دیگه به کوچکترین واحد خودش در واقع به یه پاره خط تبدیل شده بیشتر از این هم جدا از هم نمیشه این بود از دستور اکسپلوت که در میون دستور اره گفتم چون واقعا نیاز بود که اینو بدونید بریم سراغ مدل دیگه ای از دستور در واقع عره. برای اینجا من میام همه رو پاک میکنم به جز یک صندلی و این صندلی رو هم انتخاب میکنم خب این دوباره صندلی من هست خب برگشتیم به همین صندلی خودمون چه کار باید بکنیم اینجا ما اگر بخوایم یک شکلی داشته باشیم مثل یک برای نمونه بزن یه خورده شکلش رو پیچیده تر کنم یک اسپیلاینی داشته باشیم که به این صورت هست و من F8 رو خاموش میکنم تا هم شکل پیچیده تری درست کنم و این صندلی من میاد و در ابتدای این شکل برای رسال قرار میگیره و من فکر میکنم مثلا زاویهشم باید کمی روتیت بشه که معادل به اول این شکل بشه نمونه اینجا مناسب هست خب حالا این شکل رو من میخوام در امتداد این مسیر داشته باشم حالا فکر کنید به جای صندلی این یه گل هست و این هم خاک لبه باخشه ما هست برای مثال من دارم مثال رو میزنم فقط یه خوره تر بشه هر چیزی میتونه باشه و بعد میام از دستور اره استفاده میکنم و آبجکت هم رو انتخاب میکنم این آبجکت کل آبجکت من هست رایت right کلیک میکنم و پس رو هم انتخاب میکنم همینجور که میبینید به زیبایی این صندلی رو در امتداد این شکل کشید و حتی زاویهش هم حفظ کرد اگر ما نخوایم زاویش رو حفظ بکنه میتونیم گزینه الان آینتم رو خاموش کنیم و اگر بخوایم زاویش رو با اون حالتی که ما اول بهش دادیم حفظ بکنه الان آیتم رو روشن میکنیم در واقع اینجا ما اگه بخوایم باز محورهای بیشتری داشته باشیم که ما فعلا با محور بیشتر کاری نداریم نمیخوایم از محور ایکس هم بالا بریم پس در نتیجه اصلا با محفر زد هم کاری نداریم و اگر این مسیر رو بکشیم میدونیم که میتونیم فاصله بینشون رو به صورت گرافیکی کم یا زیاد کنیم و به این صورت هم به اون به نتیجه مورد نظرمون برسیم همانند اره رکتنگولار شما اینجا میتونید باز هم شکل یک پارچه خودتون رو در واقع اکسپلود کنید و از هم جدا کنید فرقی از این زمینه با هم ندارن دستور دیگه دستور مدل اری به صورت پولار هست در واقع باز برمیگردیم به صندلی معروف خودمون من اینجا بذارید به اول اکسپلات انجام بدم و بعد یک صندلی رو نگه داریم برای نمونه بقیه صندلی ها رو پاک کنیم خب این صندلی من هست و من میخوام این رو به صورت پولار این اضافه کنم ببینیم چیه باز انتخابش میکنم و بعد از اینکه راست کلیک میزنم سریعا از من میخواد که مرکز اون دایره, دایره که این قرار دورش تکرار بشه رو انتخاب کنم من میگم مثلا برای نمونه اینجا و به محصه که کلیک میکنم ببینید که به من عدد رو میده خودش 6 تا آیتم به صورت پیش فرض داره این 6 تا رو شما میتونید بکنید 15 تا برای مثال یه میز گرد بزرگیه که 15 تا صندلی داره فاصله رو میتونید باش بازی کنید و اینکه زاویه ای که کامل میکنه همه اینا به صورت این دستگیرهایی که اینجا دارید هم قابلیت دسترسی دارم برای نمونه نیم دایره بهش میدیم و فاصله ها نزدیک تره یا اینکه هر جا باز کلیک کنید میتونید اینجا به جای 180 درجه مثلا بگیم 270 درجه است و یه ورودی مثلا برای این فضا بذارید پر نمونه و چیزایی که میبینید باز رعایت زاویه هست آیا اینا زاویه را رعایت بکنن یا نه که به صورت پیش فرض روتیت آیتم روشن هست دایرکشنشون هست که میتونه به صورت ساعت کرد و یا پاد ساعت کرد باشه فرق با هم ندارن ببینید کلا استفاده از دستور اره خیلی ساده هست ولی قابلیتی که به شما میده برای کپی اشیایی که میکشین بی نظیره. قابلیت این هم قابلیت دیگه ای هم که این دستور داره استفاده از لول هست لول چیزی که ما الان هنوز واردش نمیشیم و اون محور زد هست اگه ما بخوایم یه چیز رو توی فضا کپی کنیم برای نمونه فکر کنید من بخوام لول دو تا لول باشه و فاصله بین هر لول برای نمونه ده واحد باشه میام اینجا و اینجا کلوز رو میزنم الان ما هیچ فرقی احساس نمی کنیم. ولی اگه باز وارد محیط سبودی بشیم برای نمونه بیام این دستور اوربیت رو انتخاب کنم ببینید که شکل ما رو در فضا به صورت پولا... به صورت سبودی به سمت محور X هم کشیده و این تصویر رو ما میبینیم و حالا اینجا باز دستور اکسپلاد اگه بخوایم میتونیم استفاده کنیم و کلا جداش کنیم و میبینید که شد دو محور دو در واقع لایه از تصویر ما حالا ما همچنان داریم با آبجکت دو بودی کار میکنیم خیلی کاربردی به نظر نمیاد ولی وقتی که با وارد فضای سه بودی میشیم میبینیم که این فیچر یا قابلیت چقدر میتونه برای ما کاربردی بشه باز برمیگردیم به نمای تاپ خودمون که از بالا شکل رو نگاه کنیم و ما میتونیم این دستور رو ببندیم خب ما تمام دستورهای بخش مودیفایر گفتیم به جز یکی دستور ایریز رو که در قبلا دیدیم ولی یک بار دیگه هم مرور میکنیم دستور ایریز خیلی ساده است هر شکلی که شما بکشین وقتی دستور ایریز رو بزنید فقط کافی که انتخابش کنید و بعد رایت کلیک و اون شکل پاک میشه پس در واقع پیچیدگی خاصی نداره حتما لازم این کار رو بکنید اگر آبجکت رو انتخاب کنید دکمه دیلیت کیبوردتون هم بزنید آبجکت ایریز میشه خب یک فیچر جالب توی اتوکد قابلیت آفست هست قابلیت آفست به شما اجازه میده که هر خطی یا هر شکلی رو به جهتی که انتخاب میکنید در واقع یک کپی ازش بگیره من میام اینجا و باز از دستور اسپلان برای کشیدن یک شکل پیچیده استفاده میکنم و میام اینجا و این رو میبندم این شکل پیشیده من فکر کنید باز لبه استخر لبه باخچه است یا هر چیزی که پیچیده در این حالت ممکنه هر جوری که بخوایم میتونیم اینجا تولید در واقع تصویر دو بودی بکنیم اونم به صورت بور من بخوام یک لبه ای برای این باخچه خودم داشته باشم یه خورده اینجا هم بهینه به تر میکنم که زاویهش تیز نباشه بله خب حالا این لبه زیبا برای باخچه باید مثلا ده سان بیس یه بالا آمدگی داشته باشه برای اون بخش سنگش و حالا من میخوام این رو نما نشون بدم دوباره که نمیتونم همچین شکلی رو بکشم کشیده همچین شکلی اونم با فاصله 20 سان همه جا از این لبه پیچیده خیلی سخته اگه لاین بود حالا باز میگفتیم یه لاین دیگه میکشیم ولی استفاده از این دستور کار ما رو راحت میکنه دستور آفست دستور آفست رو انتخاب میکنم و از من میگه که آفست دیستنس رو انتخاب کن حالا ما اینجا چون شکلمون اصلا با ابعاد اندازه نگرفتیم میگی واقعا چشمی من میخوام انقدر فاصله داشته باشه که حالا اینجا داره به من نشون این انقدری ای که ما میگیم 1.5 متره و کلیک میکنم بعد میگه آبجکت رو انتخاب کن انتخاب میکنم اگر به سمت داخل موس رو نگه دارم این کپی رو به سمت داخل میگیره و اگه به سمت بیرون ببرم این کپی رو به سمت بیرون میبره خب ما هدف بود که به سمت داخل باشه یک کلیک و تمام از دستور اسکیپ میذارم که از دستور آفست کاملا بیام بیرون و ما اون چیزی که میخواستیم رو بهش رسیدیم و حالا این لبه باخشه ماست که کشیدنش بدون دستور آفست تقریبا غیر ممکن بود فوق العاده سخت بود بعد کپی می کردیم اسکیل می کردیم از یه جایی و تا به این به این شکل برسیم نمیم. به این راحتی نبود تقریبا غیر ممکنه ولی با دستور آفست خیلی راحته و ما در واقع یک کپی از این ولی با فاصله دقیق که بهش دادیم دقیق شما اندازه بگیرید این فاصله رو با دستور دیستانس ببینید اینجا یک و یک هست بیاین اینجا و اینجا هم اندازه بگیم باز یک ممایز پنجه یک هست پس این فاصله دقیقا و کاملا حفظ شده و دستور آفست همونجور که گفتم میتونید بهش عدد بدین این بار من عدد یک رو میدم و به جایی که به سمت داخل برم به سمت بیرون میدم و این شکل رو انجام میدم همچنین میتونید انتظار داشته باشین که اگه دستور آفست رو نبندین این دستور... همچنان دوباره کار میکنه و هر خطی رو که بگیرید این شکل تولید میشه فکر کنید الان ما شد طبقه پله های ورودی یک سخت با این زیبایی از نمای بالا مثلا و شکلهایی به این پیچیدگی به راحتی توسط دستورهای مناسب تو اتوکد اجرا میشه خب با پایان دادن به این دستور در واقع ما دو بخش درا و مودیفای نوار ابزار اتوکد دو بودی رو تموم کردیم تبریک بگم بهتون این دستاورد بزرگیه تا به حال و همینطور پیش بریم میتونیم کامل با تمامی دستور اتوکد دو بودی آشنا بشیم و بعد وارد محیط جذاب سه بودی بشیم امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه نظرات خودتون رو تو بخش کامنت ها لطفا اعلام کنید و خوشحال میشم که جزء هزار نفر اول سبسکرایبر ویندوز سنتر باشین که این کورس رو به صورت مادم العمر رایگان استفاده میکنن تا ویدیو بعدی بدرود